دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا تشریف دارید زندگی شاد، دلی شاد، مغزی جوان و تنی سالم داشته باشید. اعتراضات همچنان بر دوام و ادامه دارد. اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه پیدا کرده، ولی تمرکز بیشتر اعتراضات بر غرب ایرانه، بر قسمت هایی که کردستان نامیده میشه. امیدوارم اعتراضات به شهرهای دیگه هم، شهرهایی که کمتر در این رابطه فعال هستن هم برسه. شهرهای آذرینشین خیلی چشم داشت دارم ازشون که بخوان بیان وارد خیابانها بشن. شهرهای مرکزی ایران باید یواش یواش بزرگسالان که نقش دارن در تثبیت این رژیم، یواش یواش اونا به اعتراضات بپیوندن. اینکه جوانان و نوجوانان در خیابانها هستند کافی نیست، باید بزرگسالان هم وارد این چرخه بشن، چرا که وضعیت امروز ایران یا مربوط میشه به همکاری اونها با حاکمیت یا مربوط میشه به اینکه در موقعیت مناسب دفاع مناسبی از آزادی نکردن. به هر حال امیدوارم که مردم وارد خیابان ها بشن و اعتراضات یواش یواش گسترده تر بشه. وقت اونه که یواش یواش به نیروهای سرکوبگر درسی هم داده بشه و همونطوری که در اخبار میاد و شنیده میشه درس های خوبی بهشون داده میشه، ولی یواش یواش باید این آموزش داده بشه و همدیگر رو دریابیم و به همدیگه کمک بکنیم، همدیگر رو از طریق سوسیال مدیا آموزش بدیم که چه شکلی میشه با نیروهای سرکوبگر مبارزه کرد. ما خارج از کشور نشستیم و نمیتونیم هیچ کاری برای شما انجام بدیم به غیر از اینکه صدای شما رو به مراجع ذی‌صلاح برسونیم، اگر صدایی میخواید به جای رسیده بشه. احتیاج به سازماندهی داریم در خارج از کشور که بتونیم به داخل کشور کمک‌های نقدی خودمون رو برسونیم. نمیدونم این کار رو چجوری باید انجام بدیم، ولی باید این کار رو یواش یواش انجام بدیم. نیروهای اپوزیسیونی که در خارج از کشور هستند هم باید یواش یواش اتحادیه تشکیل بدن و شورای رهبری انتقالی تشکیل بدن. وقتشه که یک شورای رهبری درست بشه و یواش یواش مدیریت این بحران رو در دست بگیره. احزاب کرد شورای همکاری احزاب کرد رو دارن، من نسبت به اونا دلخوشم، اونها رو خارج از این موضوع میبینم، ولی غیر کردها متاسفانه سازماندهی ندارن و این نقطه ضعف شورش و انقلابهای امروزمونه. هرچه زودتر باید اعضای اپوزیسیون خارج از کشور هم شورای رهبری تشکیل بدن. اگر شاهزاده رضا پهلوی ادعای رهبری داره، باید الان شورای رهبری همکار خودش رو تشکیل بده و یواش یواش به نیروهای داخل ایران کمک برسونه، کمک های مادی، کمک های تکنولوژیک. اینکه در خارج از کشور در راهپیمایی ها شرکت بکنیم این کافی نیست. به جای راهپیمایی ها چند تا نامه سرگشاده شاید از راهپیمایی ها بیشتر تأثیر بذاره و وقت اونه که نامه های سرگشاده با امضاهای تومار مانند برای دولت فرستاده بشه. من سعی میکنم اینجا با دوستان خودم این موضوع رو هماهنگ بکنم، ولی اعضای غیر کرد مقیم خارج از کشور متاسفانه سازماندهی ندارن و این نقطه ضعف بسیار بزرگیه. نمیدونم کی میخوان سازماندهی داشته باشن، کی میخوان شورای رهبری تشکیل بدن و کی میخوان از لحاظ تشکیلاتی به بچه‌های داخل ایران کمک بکنن. به هر حال خبرهای خوشی هست نسبت به اینکه اینترنت مجانی داره یواش یواش وارد ایران میشه. جناب صاحب شرکت استارلینک هم تقاضا اعلام کرد که چند سامانه اینترنتی در ایران فعال هستن و در حال گسترش اینها هستش، ولی این تنها کمک، این کمک بسیار بزرگی نخواهد کرد. تنها راه کمک به نیروهای داخلی کشور سازماندهی نیروهای خارج از کشوره. من فکر میکنم که الان نیروهای خارج از کشور به غیر راهپیمایی باید شروع بکنم به نامه های سرگشاده و تومارهای امضا کردن و فرستادن برای دولت. امیدوارم که این کار رو بکنن
و کمک بکنن به اینکه افکار عمومی رو یواش یواش به سمت این اعتراضات، به سمت تشویق این اعتراضات و به سمت محکوم کردن حاکمیت، محکوم کردن همکاری با حاکمیت سوق بدیم. متاسفانه راهپیمایی هایی که در خارج کشور صورت میگیره باعث رنج و آزار بیمورد مردم این شهرها میشه، چرا که خیابونها و مراکز تردد رو میبندیم ما ایرانی ها و شروع میکنیم به اعتراض کردن و این به جای اینکه با همدردی رو با ما زیاد بکنه از ما حالت نفرت به ما پیدا میکنن، چون مشکلی این شرایط امروز ایران مشکل این مردم این کشورها نیست و خیلی هم علاقه ندارن که مانع ترددشون در خیابان ها بشیم. بهتر اینه که یواش یواش نوع اعتراض ها رو تغییر بدیم و به سمت تومارها و نماهای سرگشاده و چاپ اعلامیه در روزنامه ها بریم. راه اصلی و راه بهبود یافته این اعتراضات در خارج از کشور به نظر من اینه. امیدوارم که بتونیم این حرکت رو به نتیجه برسونیم.